سلام دوستان با یک ویدیو جدید دیگه در خدمتون هستیم در این ویدیو با همدیگه علل و توصیه هایی برای درمان صداهای آزاردهنده گوش که همون وزوز وز گوش هستند براتون توضیح میدیم امیدواریم که تا آخر این ویدیو با ما باشید و از مطالب این ویدیو به خوبی استفاده کنید وزوز گوش یا زنگ زدن گوش موارد زیادی رو در بر میگیره سر و صدای مداوم در سر مانند زنگ زدن در گوش به ندرت نشان دهنده یک مشکل جدید سلامتی است اما مطمئنا میتواند آزار دهنده هم باشد در اینجا نحوه به حد اقل رساندن این مشکل را توضیح می دهیم شنیدن صدا در سر که منبع خارجی ندارد برای بسیاری یک صدای زنگ است در حالی که وزوز گوش برای دیگران شاید به صورت سود زدن صدا، زوزه و یا حتی فریاد زدن باشد به نظر می رسد صدا از یک گوش یا هر دو از داخل سر یا از فاصله دور باشد ممکن است ثابت یا متناوب پایدار یا زرباندار باشد تقریبا همه پس از قرار گرفتن در مرز سر و صدای بسیار بلند مدت کوتاهی وزوز گوش داشتند به عنوان مثال حضور در یک کنسرت با صدای بلند می تواند باعث وزوز گوش کوتاه مدت شود برخی از داروها به خصوص آسپرین و سایر داروهای ضد التهابی غیر استرویدی اگر زیاد مصرف شوند می توانند باعث وزوز گوش شوند که هنگام قطع دارو از بین می رود وزوز گوش اگر بیش از شش ماه طول بکشد وزوز گوش مزمن شناخته می شود در حدود 50 تا 60 میلیون نفر در ایالات متحده از این شرایط رنج میبرند این بیماری به ویژه در افراد بالای 55 سال با کم شنوایی همراه است بسیاری از مردم نگران این هستند که وزوز گوش نشانه ای از ناشنوایی یا یک مشکل پزشکی شنوایی باشد اما این نگرانی بی مورد است زیرا شخص به ندرت با مشکل شنوایی دچار می شود بیشتر موارد وزوز گوش زوز گوش ذهنی است به این معنی که فقط شما می توانید صداها را بشنوید اما گاهی اوقات این موضوع عینی است به این معنی که شخص دیگری نیز می تواند آن را بشنود به عنوان مثال اگر شما تپش قلب دارید ممکن است با هر تپش قلب صدایش را بشنوید و همچنین پزشک شما نیز میتواند از طریق گوشی طبی خودش آن صدا را بشنود برخی افراد صدای ضربان قلب خودشان را از طریق گوش درونی میشنوند این پدیده به نام وزوز نبزی نامیده می شود این پدیده بیشتر در افراد مسن رخ می دهد زیرا جریان خون در شریان هایی که دیواره آنها با افزایش سن سفت شده سن ممکن است در هنگام خوابیدن در رختخواب بیشتر از روز قابل توجه باشد و صداهای خارجی کمتری برای پوشاندن وزوز گوش وجود داشته باشد اگر وجود وزوز گوش بدون زربان در خود احساس می کنید باید با پزشک معالج مشورت کنید زیرا در موارد نادر این نشانه آسیب تومور یا رک های خونی است دوری وزوز گوش مزمن غیر قابل پیش بینی است بعضی اوقات علائم یکسان باقی میمانند و بعضی اوقات وخیم تر می شوند. در حدود ده درصد از کسانی که این مشکل را دارند شرایط کاری و زندگی به حدی مشکل ساز می شود که فرد را نیاز به کمک حرفه ای می کند. در حالی که هی... در حالی که هیچ درمانی برای وزوز گوش مزمن وجود ندارد، اما با گذشت زمان اغلب قابل کنترل می شوند. شما می توانید با فهماندن به خودتان و درک این مسئله که این مشکل شنوایی خطرناک نیست در کاهش علائم به خودتان کمک کنید. همچنین چندین روش برای کمک به تنظیم صدا و به حداقل رساندن تاثیر آن وجود دارد. اما علل اختلال مکانیسم تعادل در گوش داخلی چیست باید توجه کرد که امواج صوتی از طریق کانال گوش به گوش میانی و داخلی منتقل می شوند جایی که سلول های مو در بخشی از گوش حلزونی تبدیل امواج صوتی به سیگنال های الکتریکی کمک می کنند که سپس از طریق عصب سب, سب شنوایی به قشر شنوایی مغز می روند. به عنوان مثال هنگامی که سلول های مو آسیب می بینند با سر صدای بلند یا داروهای آتوتوکسید شبکه موجود در مغز سیگنال هایی را که انتظار دارند دریافت نمی کنند. این فعالیت غیر طبیعی سلول های عصبی را تحریک می کند که منجر به توهم صدا یا وزوز گوش می شود اما چه عواملی باعث وزوز گوش می شوند؟ اکثر افرادی که برای درمان وزوز گوش به پزشک مراجعه می کنند آن را به عنوان صدای ذهنی ثابت مانند زنگ زدن مداوم در گوش و یا صدای وزوز و یا سوت در گوش تجربه می کنند و بیشتر آنها تا حدی دچار کاهش شنوایی می شوند. موارد باعث کاهش شنوایی و وزوز گوش می شوند به این قرار است. یک آلودگی صوتی دو یا جرم زیاد در گوش سه ضرب خوردن سر چهار مصرف دارو پنج رشد استخوان شش سایر بیماری ها هفت استرس و هشت آسیب دیدن گوش وزوز گوش می تواند در هر نقطه در امتداد مسیر شنوایی از گوش بیرونی و از طریق گوش میانی و داخلی تا قشر شنوایی مغز ایجاد مشکل کند یکی از شایعترین دلایل وزوز گوش صدمه به سلول های مویی در قسمت حلزونی است این سلول ها به تبدیل امواج صوتی به سیگنال های عصبی سیگنال های عصبی کمک می کند. اگر مسیرهای شنوایی یا شبکی موجود در مغز سیگنال هایی از قسمت حلزونی دریافت نکنند مغز در واقع تلاش خود را برای شناسایی سیگنال افزایش میدهد درست مثل این است که شما صدای رادیوی اتومبیل خودتان را برای پیدا کردن ایستگاه رادیویی بیشتر می کنید صدای امواج الکتریکی حاصل به صورت وزوز گوش میمانند. به همین نحو مغز در حال تولید سیگنال های عصبی غیر طبیعی برای جبران ورودی امواج می باشد بعضی از داروها می توانند باعث ایجاد و یا حتی بدتر شدن وزوز گوش شوند آسپرین و سایر داروهای ضد التهابی از این قبیلند بعضی یوتیک ها هم باعث وخیمتر شدن این بیماری می شود همچنین داروهای ضد مالاریایی مانند کلورکین و کوینین هم باعث بدتر شدن این بیماری می شود. برخی داروهای سرطانی و داروهای ضد افسردگی سه حلقه هم از این قرارند حال برای درمان وزوز گوش چه کارهایی را میتونیم انجام بدیم اگر دوچار وزوز گوش هستید مراجعه به پزشک معالج خود بسیار مهم است زیرا پزشک سابقه درمانی شما را در اختیار دارد و میتواند دستور یک سری آزمایش ها را برای شما بدهد تا از این طریق بتوانید منبع این مشکل را پیدا کند پزشک معالج شما همچنین از شما می خواهد صداهایی را که میشنوید توصیف کنید از جمله کیفیت صدا نوع صدا و اینکه آیا این صداها ثابت یا تناوبی یا زرباندار هستند و همینطور در چه زمانهایی این صداها را میشنوید و در چه مکانهایی این صداها بیشتر می پزشک شما تاریخچه پزشکی فعلی و گذشته شما و سایر داروها یا مکملهای مصرفی شما را بررسی خواهد کرد وزوز گوش می یک آرزه جانبی بسیاری از داروها باشد به خصوص هنگامی که با حجم بالاتر مصرف می شوند. فاکتورهای ازولانی و اسکلتی مثل گرفتگی فک، ساییدن دندان در خواب، آسیب یا کشش ازولات در گردن، بعضی اوقات، وزوز گوش را بیشتر می کند بنابراین پزشک شما ممکن است از شما بخواهد مایچه ها را محکم فشار داده یا گردن خود را به روش های خاصی حرکت بدهید تا ببیند آیا صدا تغییر می کند یا نه. اگر ازولات بخشی از مشکل هستند ماساژ درمانی ممکن است به تسکین آن کمک کند وزوز گوش که پیوسته پایدار و پرتحرک است عموما نشان دهنده یک سیستم مشکل در شنوایی است و نیاز به تست های شنوایی دارد که توسط یک متخصص شنوایی انجام می شود این تست ها ممکن است به صورت MRI یا توسط دست دستگاه های زربان سنج قلب و یا به ویژه توسط دستگاه های تومور یا رک های خونی انجام شود. همینطور سلامت عمومی شما میتواند بر شدت و تحرد و تاثیر وزوز گوش تاثیر بگذارد. پس در رژیم غذایی خود دقت کنید، فعالیت های بدنی خودتان را بیشتر بکنید، سطح خواب و سطح استرس خود خودتان را کنترل بکنید و برای بهبود آن گام بردارید با درمان افسردگی استرابی خوابی و درد با داروها یا روان درمانی می تاثیر وزوز گوش را کاهش دهید اگر در محل کار شما یا خانه شما در معرض سر و صدای زیاد قرار دارید مهم است که با استفاده از محافظهای گوشی از سیستم شنوایی خودتان محافظت کنید تا خطر ابتلا به کم شنوایی در شما کاهش پیدا کند دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید همیشه